سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ینوار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. پامیر دیلی نیوز، امرالدین الوچایف علکای در دوشنبه در دست اوباب است. 5 شرط کمیسیه 44 به مقامات. سردار کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان، سردار شعبه وزارت کارهای داخله خورغ، برکنار و اشتراکشان عملیات در دهه تودم حبس شوند. مراجعت همسر و پسر محمد علی حید به جامعه جهانی، ما حتی نمیدانیم که او زنده است یا نه. طبیب استین دختر تاجک را که چرغوک را می رفت به پویش روز کرد. خواننده اعلی خان گیمنازیه رقم 8 را از مکتب خارج کردند. آن قلوبی 5 ماشین را 2 سال پیش فروخت ولی پولش را تا حال نداده است. و اکنون تفصیلات خبرها. پایگاه مستقل پامیر دیلی نیوز که تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 19 ینوار با تکیه به 3 منبع بلندپایه در ساختار وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان، امرالدین الوچایف، علکای از روسیه به دوشنبه آوردند و او در دست اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخله قرار دارد. مقامات روسیه و تاجیکستان تا کنون خبر بازداشت و یا استرداد یا اخراج الوچایف از روسیه را شرح ندادند، ولی منابع پامیر دیلی نیوز میگویند الوچایف را هنوز روز 12 ینوار از روسیه به دوشنبه آوردند. اگر خبر استرداد یا اخراج امرالدین الوچایف و بازداشت او در دوشنبه تصدیق شود، پس بعد ورزشگر MMA چهارشنبه و روبر جوانان محله برخورغ صادق احمدبکوف، الوچایف اینک نفر سیوم از نفران در بین جوانان بدخشان پرنفوذ می شود که مقامات قدرتی تاجیکستان آنها را در فرودگاه های دوشنبه به حبس گرفتند. دوی آنها چهارشنبه و الوچایف را به مقامات تاجیکستان مقامات روسیه سپردند، ولی احمدبکوف بنا به اطلاع دریافته هنگام بازگشت از ترکیه دستگیر شده است. بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز، الوچایف با 7 رفیقش روز 11 ینوار در ولایت بلگراد از سوی کارمندان FSB دستگیر گردید. بعداً 7 رفیق او را آزاد کرده خودش را به وزارت کارهای داخلی روسیه سپردند و کارمندان وزارت کارهای داخله او را از بلگراد به مسکو و از آنجا به دوشنبه فرستادند. تصدیق این معلومات توسط منابع دیگر تا حال میسر نشده است، ولی منابع پامیر دیلی نیوز میگویند الوچایف را تازه روز 27 دکابر، یک ماه بعد اعتراض زادگان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو دستگیر کردند. او را یکی از تشکیل کنندگان اساسی این میتینگ میشمارند. پامیر دیلی نیوز خبر داد که بنا به اطلاع تصدیق نشده در تاجیکستان به ضد امرالدین الوچایف بر اساس ماده 189 با اتهام برانگیختن نزاع بین محلها پرونده جنایتی کشادند. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کمیسیه 44 که اعتراضگران شهر خورغ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلبهایشان انتخاب کردند، در نزد مقامات 5 شرط یا طلب گذاشته گفتند تا زمان اجرا شدن این طلبهایشان از ادامه همکاری با مقامات دست میکشند. مقامات رسمی شرط های گذاشته کمیسیه 44 را تا حال شرح ندادند، ولی در درخواست کمیسیه نمایندگان جامعه شهروندی آید واقعه های 25-28 نویبر سال 2021 که با امضای رئیس این کمیسیه فراموز ارگاشوف به نام سردار گروه تفتیشاتی پراکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان حکیمزاده منصور نوشته شده است، چنین آمده است: بازداشتن حرکت های تفتیشاتی تا اجرا نمودن طلب های زیرین برام مانده شود. یکم، گذرانیدن حرکت های تفتیشاتی یک طرفه از طرف گروه تفتیشاتی وابسته به قضیه رخ داده در دهه تودم نویه روشقله و در شهر خورغ در صحنه های 25-28 نویبر سال 2021 که تفتیشات فقط نسبت شهروندان برام مانده شده است و برعکس اول اوید کشتار 3 نفر ساکنان نویه روشقله و زخمی گشتن 17 نفر زخمی شده از تیر یراق آتشفشان مقامات قدرتی پرونده کشاده نشده است. دویم، آزاد نمودن سردار کمیته دولتی امنیت ملی ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه اشغال شده با خنک نظری در اجرای وظیفه و مانع ایجاد نمودن به تفتیشات
همچنین شخص منفعت دار به جوابگاری جنایتی کشیده شود. سیوم، همه کارمندانی که در عملیات دهه تقدیم اشتراک کرده بودند از وظیفه هایشان آزاد کرده شده، نسبتشان چاره های پیشگیری در نمود حبس انتخاب کرده شود. چورم، همین خیل حرکت های عیناً نسبت کارمندان ساختارهای قدرتی که در قضیه میدان اسماعیل سامانی و بنای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند جاری کرده شود. پنجم، کشادن پرونده جنایتی نسبت به سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوروغ برای دادن نشاندادهای بردروغ. یادآور می شویم روز 25 نویبر مرگ گلبدین زیوبیکوف ساکن دیهه تفدیم نویه روشقلب در پی بازداشتش سبب اعتراض‌های گسترده در خوروغ شد که 4 روز از 25 تا 28 نویبر دوام کرد. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان باز 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نویبر وقت خونه به خونه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبیکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 1.5 ماه یگان نفر گمانبر در مرگ زیوبیکوف معین و دستگیر نشده است. در بین 2 روز برقرار کردن خط علاقه مبیلی و اینترنت در بدخشان که یک وعده دیگر مقامات در عوض خالی کردن میدان به اعتراضگران بود نیز با گذشت قریب 2 ماه اجرا نشده است. اعضای کمیسیون 44 قبلا در یک مراجعه به پرزیدنت امومعلی رحمان از آن ناراضگی کرده بودند که مقامات تفتیش پرونده های لتوکوب کارمندان نهادهای قدرتی و حتی بریدن درختان را در جای اول گذاشته، تفتیش پرونده کشته و زخمی شدن ساکنان بدخشان را به باد فراموشی سپاریدند. سورنسا جورابیکوف و فیروز محمد علی، همسر و پسر محمد علی حیت، معاون رئیس حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که به حبس ابد محکوم شده است، در یک مراجعتنامه به نام یک قطار سازمانهای معتبر بین المللی و حامیان حقوق از وضع او در زندان اظهار نگرانی کرده نوشتند که بار آخر او را ماه مای سال 2021 دیدند و اینک بیش از 7 ماه باز درباره وضع سلامتی محمد علی حیت یکم معلومات ندارند. در این مراجعتنامه که روز 19 ینوار نشر شد، نزدیکان حیات می نویسند آنها حتی نمی دونند که او زنده است یا نه. طبق قانونگذاری تاجیکستان به نزدیکان افراد محکوم به حبس ابد در 6 ماه همگی یک مرتبه اجازت ملاقات با آنها داده می شود. همسر محمد علی حیات می بایست روز 24 نویبر سال 2021 باز با او ملاقات می کرد، ولی آن روز ماموریت محبس به سورنسا جورابیکوف گفته است که محمد علی حیت گناه کرده است و همچون جزا وی را از حق ملاقات نوبتی با نزدیکانش محروم کردند. مؤلفان مراجعتنامه می نویسند با وجود مراجعت های به تکرار، مقامات سبب رد شدن درخواست ملاقات با محمد علی حیت را با یگان دلیل قابل ملاحظه به آنها فهماندن نتوانستند. ما چندین بار به طور دهانی و خطی برابر اداره زندان ها منصورجان عمروف، امبودسمن تاجیکستان امید بابازاده و به دادستانی کل مراجعه کردیم و کوشش کردیم که به سوال های خود درباره چه قاعده را ویران کردن او، وضع سلامتیش و عموما در این باره که او زنده است یا نه پاسخ بگیریم. تا کنون به ما جواب ندادند. تنها از دستگاه امبودسمن یک نامه آمد که مراجعتنامه ما را از آنجا به دادستانی کل فرستادند، نوشته سورنسا جورابیکوف و فیروز محمد علی، و این در حال است که به گفته آنها محمد علی حیت در آخرین ملاقاتش در ماه مای سال 2021 از وضع سلامتیش و همچنین از آن شکایت داشت که یک محبوس مجرم به تجاوز و آدم کشی را با وی در یک کامرا جای کردند و آن محبوس دائم او را به جنجال و مناقشه تحریک میکرد. محمد علی حیت از رهبریت محبوس خواسته بود که او را به یکون کامرا دیگر گذرانند، ولی این درخواست او را قبول نکردند. نزدیکان محمد علی حیت ترس دارند که با او در محبس یکون چیزی بد روی داده است و ماموریت به همین دلیل به ملاقات آنها اجازت نداد که خبر به بیرون نبروید. به همه معلوم است که نظام زندان‌های تاجیکستان یک نظام از همه پست، مخفی و پر از شکنجه در کشور است. درباره آنچه که در داخل آن می‌گذرد یگان معلومات صحیح به دست آوردن مشکل است. دسترسی حامیان حقوق و ژورنالیستان به زندان‌ها خیلی محدود کرده شده است. ما می‌ترسیم که با محمد علی حیت یگان حادثه بد رخ داده است و به همین دلیل مقامات با هر راه درخواست ما را برای ملاقات رد می‌کنند. همسر و پسر حیات یادآور شدند که
کمیته حقوق انسان سازمان ملل انگیزه سیاسی داشتن پرونده و حکم او را اعتراف کرده از حکومت تاجیکستان آزاد کردن او را خواسته بود. هرچند مقامات تاجیکستان تا حال این قرار را اعتراف نمی کنند و آن را اجرا کردنی نیستند، ما امیدواریم که شما همچنان ضرورت اجرای حتمی طلبات این قرار را خاطر رسان و طلب خواهید کرد. نوشتن مؤلفان مراجعت نامه و از سازمان های بین المللی و حامیان حقوق خواستند که برای دریافت معلومات عمیق و سنجیده شده درباره وضع محمد علی حید مساعدت کنند. محمد علی حید ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و سال 2016 همراه با سید عمر حسینی معاون دیگر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد. خود حید و رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرونده و حکم او را سیاسی و غیر قانونی می شمارند. کمیته حقوق انسان سازمان ملل هنوز سال 2018 قطعنامه را قبول کرد که در آن حکومت تاجیکستان توصیه می دهد که این سیاستمدار مخالفش را نه فقط آزاد کند، بلکه برای سالهای در پشت بنجره به سر برده‌اش به وی تاوان هم پرداخت کنند. ولی مقامات تاجیکستان اصرار داشتند که در قانونگذاری کشور معیاری وجود ندارد که بازبینی حکم دادگاه را بر اساس قرار یا توصیه های سازمان های بین المللی پیش بینی کند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. خبرگزاری اسیت نیوز قصه جالب از جانب جرای اسیتین کزبیگ کودزایف با پایوش روز کردن مولوده نام دختر خردسال از تاجیکستان را نشر کرد. مولوده با اون که به سن 13 رسیده بود به علت فلج کودک به پای خود راست ایستادن نمیتوانست و با یک عذاب و مشقت زیاد چرغوک حرکت میکرد. ویدیو چگونه با عذاب حرکت کردن مولوده را نمایندگان یک سازمان خیریه بجرا کزبیگ کودزایف از شهر ولادیکاوکاز پایتخت جمهوری آسیای شمالی روسیه فرستادند. طبیب از دیدن لحظه های با چه مشقت با قوت دستانش خود را کشاله کرده بردن مولوده خیلی برکت آمد و خودش پیشنهاد کرد که آماده است این دختر تاجیک را به پول جراحی کند. کزبیگ کودزایف گفت مرا آن لحظه برکت آورد که او در روی حوله چرغوک را می رفت و کفشانش را در دستانش پوشیده بود نه در پایهایش. این مرا سخت برکت آورد و من به خود گفتم که باید من به او کمک کنم. یک طبیب از تاجیکستان پول سفر اویلای مولوده تا ولادیکاوکاز را پرداخت کرد و مولوده با پدر و مادرش به آنجا آمدند. روز 13 ینور عملیات جراحی انجام داده شد. عملیات خیلی مرکب بود و قریب 4 و نیم ساعت دوام کرد. پایهای مولوده قطع نمی شد. مشکوهایش ضعیف بودند و از این رو پایهایش زود آویزان می شدند. ما خیلی از استخوان‌های پای و ران و زانو و کف پای مولوده را با روی جراحی تغییر دادیم که او به پایش راست ایستادن تواند. نقل میکند جراح الکی 3 روز بعد جراحی مولوده کم کم به خیستن سر کرد. هرچند هنوز با پای خود را گشتن برای او مشکل است، ولی کزبیگ کودزایف مطمئن است که در آینده او میتواند با راحت خودش مستقلانه بدون کمک دیگران راه بگردد. در حال حاضر مولوده در ولادیکاوکاز دوره ریابلیتاسیون را میگذرد که تو از پایهایش گرفتن دستگاه های الزارف کمش یک ماه باید دوام کند. برای این مدت برای مولوده یک منزل را در ولادیکاوکاز اجاره گرفتند. میرزا خوجا صمدوف یک ساکن دوشنبه که اینک افسال باز تلاش دارد تا 2 میلیون سومانی پسنداز خود را از بانک بسته شده تاج پروم بانک پس بگیرد به پایگاه خبری بامداد خبر داد که از بس که پولش در بانک در مانده است مبلغ تحصیل پسرش ادریس را دادن نتوانست و او را از گیمنازیه رقم 8 گیمنازیه کفولت شهر دوشنبه به این دلیل خارج کردند. میرزا خوجا صمدوف میگوید پسرش یکی از خوانندگان پیشصف این مکتب بوده، برای تحصیل اعلی و رفتار نمونویش ده ها دیپلم و افتخارنامه به دست آورده بود و عکسش تخته خوانندگان بهترین گیمنازیه را آرامه داد. در آگاهنامه که مأموریت گیمنازیه به صمدوف نوشته است چنین آمده است: محترم والدان، به شما معلوم می نماییم که طبق بند 4 شرطنامه بین گیمنازیه و شما به امضا رسیده در سال تحصیل 2021-2022 مبلغ تحصیل فرزندتان خواننده صنف 6 از صمدوف ادریس در حجم 12900 سومانی که باید تا 20 دکبر سال 2021 پوره سپوریده می شد تا حال پرداخت نگردیده است. ما در این خصوص به شما 28 دکبر سال 2021 آگاهنامه روان کرده بودیم و تا سانه 11 ینور سال 2022 مولت هم دادیم.
اما شما مسئولیت و عهده‌داری خود را در نزد مؤسسه تا حال انجام ندادید. معلوم می نماییم که طبق فرمایش دایرکتور گیمنازیه رقم 8 از 15 ینوار سال 2022 فرزندتان از گیمنازیه خارج و به مؤسسه تعلیمی محل زیست انتقال یافته است. لطفاً از پیام معلومات مذکور را به نوبت گیرید. میرزا خواجه صمدوف میگوید بار اخر به او از 2 میلیون پسنداز در تاج پرومبانک در موندهش ماه دکبر همگی 500 سومونی دادند. گوه 500 میتین، گوه 800 و اگر خیلی همت کنند ماهی 1000 سومونی. من ده ها بار به رهبران کشور از جمله به پرزیدنت امومالی رحمان مراجعه کردم که به من کمک کنید که پول حق حلال خودم را از این بانک بگیرم، ولی متاسفانه کسی به دادم نرسید. پرزیدنت در وقتش میگفت به خاطر تأمین پیشروی اقتصاد کشور پولای خود را در بانک های وطنی گذارید. من هم به این سخنان پرزیدنت گوش داده تمام مال و ملکم را فروختم و در بانک گذاشتم. امروز پول خودم را گردوندن نمیتیند، میگوید میرزا خواجه صمدوف. تاج پرومبانک و فونون بانک دو بانک بورون زده را بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 برهم داد و در هر دو مؤسسه های مالیوی ماموریت بیرون جاری کرد. جمشید زیایف رئیس تاج پرومبانک سال 2018 بازداشت و ماه دکبر سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. یک وظیفه اساسی ماموریت بیرون از حساب دارایی های بانک پرداخت کردن پول های در تاج پرومبانک در مانده مشتریانش گفته می شد. میرزا خواجه صمدوف می گوید این ماموریت بیرونه 5 سال باز فعالیت دارد و اخیراً زمان فعالیتش با قرار دادگاه اقتصادی باز هم تمدید شد، ولی مشکل اونها همچنان حل نشده باقی مانده است. و حالا یک مروری کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. هنگام گذرانیدن چهارابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 42 ساله ساکن نویه عینی با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نام برده ماه فوریه سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 5 افتماشین تمغه های تویوتا کمری، لکسوس، هوندای سناتا و تویوتا را به مبلغ 775 هزار سومونی نرخ گذاری کرده گرفته، افتماشین ها را فروخته، مبلغشان را به منفعت شخصیش صرف نموده است. باید دولت مذکور تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرفشان با عریضه زن 34 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که 17 ینوار سال 2022 تخمینا ساعت 02:20 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهان به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیاهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غایب شدند. ضرر رسانیده شده 26280 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهارابینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 22 ساله ساکن شهر مذکور که پیش با ماده 244 و 365 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و جوان 22 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. آید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که تخمینا ساعت 1 شب 8 ینوار سال 2022 راننده افتماشین تمغه اوپل وکترا رجبوف ایسای اسمانوویچ سال تولدش 1980 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در شورای وحدت یووان جمعی در حدود دهه سر قمیش نویه یووان از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده با بتونهای کنار راست رو برخورد است. در نتیجه صدمه راننده ایسو رجبوف جرات وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. در روزهای آخر این علاقه سیومین مورد گزارش شده صدمه های مرگاور در راه های تاجیکستان است. روزهای 15 و 17 ینوار در دو صدمه در اسفره یک مسافر و یک پیاده‌گرد به هلاکت رسیده، یک راننده جراحات برداشته بود. راه های تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راه های خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راه های جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان
و در باره تاجیکستان و اطراف اون را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.